سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه کاکتوس پلاس با لشکری از طریق تلویزیون آشنای صدای امریکا. خانم ها و آقایان، در برنامه امروز با شخصی مصاحبه خواهم کرد که تجربه کار و فعالیت در نظام آقای کرزی در نظام جمهوریت را دارد و امروز در بیرون از افغانستان به شدت به حکومت طالبان میتازد و تأکید میکند که حکومت طالبان حکومت اسلامی نیست، بلکه طالبان و حکومتش را ننگ بزرگی بر پیشانی اسلام میداند. خانم ها و آقایان، شما و مصاحبه امروز. سلام و وقت بخیر. وزیر صاحب گرامی، دوست به نهایت عالی قدر جناب آقای مبارز راشدی، از اینکه وقت دادید تا در کاکتوس پلاس با لشکری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا میزبانتان باشیم و با بیننده ها و مردم افغانستان نزدیک به یک ساعت یک گفتگوی مفصل داشته باشید، سپاسگزار هستم. تشکر جناب لشکری صاحب عزیز، خوشحال هستم که بعد از مدت ها چهره نازنین شما را میبینم و تشکر از اینکه این صدا را همچنان زنده نگه داشتین و در یک شرایط بسیار استثنایی صدای مردم و صدای وطن هستین و من خوشحال هستم که در این پروگرام هستم و باید از شما تشکر بکنم و همچنان سلام بسیار صمیمانه خدمت همه کسایی که برنامه ما را میبینن و میشنون و برای همگی آرزوی توفیق و آرزوی سعادت میکنم. سپاسگزار هستم از شما وزیر صاحب. من وقتی که درباره شما میخواندم در صفحات اجتماعی، در صفحات تحقیقاتی، اگر شما را نمیشناختم قبل از این و اگر شما را ندیده بودم، تصور یک عالم دینی با عبا و قبا را داشتم که در برابر کامرای تلویزیونی بنشینه و در برابر سوالات ما قرار بگیره و ما با او وارد یک چالش فلسفی دینی شوم. اما با توجه به شناختی که از شما داشتم، بیشتر به فکر فرو رفتم که مسیر زندگی شما مسیر پرتلاطمی بوده گویا، که شما تجربه های گوناگونی را هم از لحاظ علمی و اکادمیک و هم از لحاظ سیاسی و اجتماعی تجربه کردید و حالایی که هر دو در بیرون از افغانستان هستیم، من بسیار علاقه دارم که بسیار گذرا و مختصر از شما در رابطه با زندگی شخصیتان و تحصیلاتتان بدانم و بعد از او وارد برهه کاری و سیاسیتان خواهیم شد. تشکر، زنده باشین. من تا صنف 12 در افغانستان در سرپل درس خوندیم و در سرپل به دنیا آمدیم. بعد از اتمام درس صنف 12 دیگه زمینه درس و بحث و اینا ممکن نبود، از اونجا به پاکستان برای ادامه درس سفر کردم. در پاکستان متاسفانه باز برای من فرصت میسر نشد، باز به ایران رفتم، در اونجا ادامه تحصیل دادم. در ابتدا در بخش تخصصی علوم دین درس را شروع کردم، یعنی همو درس های حوزوی سنتی که بسیار سخت و نفسگیر و در واقع کل عمر انسان باید اونجا درس بخونه تا چیزی دستگیرش بشه. و من در او زمینه خب ادبیات عرب خواندم، منطق و باز فقه، و فقه در حد تخصصی
در حدی که سطوح را تمام کردم و بعد از امتحان سطوح وارد درس خارج فقه شدم که درس خارج فقه را هم در واقع تمام کردم، یعنی نزدیک به 14 سال درس خارج فقه و درس اصول آیت الله وحید خراسانی خدا حفظشان بکنه و همچنان استادای بسیار بزرگی از مراجع و علمای بزرگی که در حد شایسته ترین ها در جهان بودن معفق خواندم، فلسفه خواندم و تفسیر خواندم که 10 سال درس تفسیر آیت الله جوادی آملی بودم که شاگرد علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان است و در حال حاضر همو درسی که من بودم 10 سالش را بودم، او تبدیل شده به یک تفسیر بزرگ به نام تسنیم که فکر میکنم 80 جلد است یا 82 جلد و بزرگترین تفسیر جهان اسلام میتونیم برش بگوییم. و با توجه به شخصیتی که آقای آملی داره که هم فیلسوف است، هم عارف است، هم فقیه و هم یکی از مفسرین به چون و چرا، میتونه یک منبع بسیار بزرگ برای جهان اسلام باشه. در واقع این بخشای تخصصی بوده که ما درس خوانده و در کنار از او حقوق و سیاست خوانده و در تمام دوره ها ورزش هم کرده. من یک تکواندوکار حرفه‌ای هستم و بعد از اینکه در افغانستان آمدم، مسئولیت اولین مسئولیت را که من در حکومت افغانستان به دوش من گذاشته شد معینیت نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ بود. بله. که در اونجا دیگه تکواندو رو ادامه دادن نتونستم، منتها ورزش پرورش اندام یا همو فیتنس او را همیشه انجام داده در سختترین شرایط و در حال حاضر بیشتر. چقدر خوب که شما در حال حاضر در افغانستان نیستید، به دلیلی که با توجه به درجه تحصیلات دینیتان شما حتما در این لحظه یا وزیر امر به معروف و نهی از منکر می شدید یا وزیر حج اوقاف می شدید، کم کم در کنار ملا حسن آخوند حتما به عنوان یک معاون مشاور یا رئیسی در ارگ ریاست جمهوری حتما مصروف، ارگ ریاست جمهوری میگم، ارگ حکومت طالبان مصروف کار می بودید آقای راشدی. ما در دوران جمهوریت هم وقتی که به عنوان یک خبرنگار یا به عنوان یک مصاحبه شونده در مطبوعات افغانستان گپ می زدم، تقریبا 2 ماه 3 ماه در افغانستان گپ زدم، از هر طرف لطف به من زیاد بود که باید وارد حکومت شوم. از جمله استاد محقق یک روز مرا غافلگیر کرد و برای من زنگ زد، گفت بیا. رفتم، گفت که ما شما را کاندید کردیم برای وزارت ترانسپورت. ما گفتم که فقط ما کاندید هستم یا کسای دیگه هم هست؟ گفت که شما کاندید هستین. و استاد محقق آقای ببخشید آقای راشد، استاد محقق چه کاره بود؟ رئیس جمهور بود که شما را کاندید کرده بود برای وزارت ترانسپورت؟ نه، او زمان استاد محقق یکی از رهبرها بود و وزیر اقتصاد در کابینه آقای کرزی بود و آقای کرزی با توجه به روشی که داشت از بزرگا برای ترکیب ملی نامزد میخواست، یعنی به این معنا نبود که هر کسی که میفرستاد باز او وزیر میشد. گفت من نام شما را میمیستم روان میکنم، کسای دیگه هم هست. و خلاصه ببخشید یک سوال دیگه هم در بین صحبت هایتان، ببخشید معذرت می خوام وزیر صاحب، شما من بیشتر علاقه دارم از شما با شما در گفتگوها به حالت دیالوگ با عنوان یک وزیر مصاحبه کنم تا یک عالم دین، به دلیلی که من میدونم عالمان دین معمولا علاقه زیادی دارن که یک طرفه صحبت کنن و مدام صحبت کنن. اما من می خوام یک نکته را، شما در لابلای صحبت هایتان گفتید که او زمان استاد محقق یک رهبر بود، تأکید کردید و فشار دادید کلمه آن زمان را، آن زمان یک رهبر بود دیگر، درست است؟
بله، یعنی اون زمان رهبریش قوی بود. من فکر میکنم اون زمان استاد معقب محبوبتر بود، رهبرتر بود. عالم استاد معقب خب یکی از رهبران هست. در مجموع در آوردن یک ترکیب ملی، نظام جمهوریت یکی از وظایف بزرگش بود و واقعا موفق هم بود. در طول تاریخ افغانستان اولین نظامی که ترکیب ملی برش یک اصل بود و عدول از او نمیتانستن بکنن، بر او اساس مرا گفتن شما وزیر ترانسپورت باشید. من یعنی نامزد گفتم نه، من اصلا نمیپذیرم، برای اینکه رشته من نیست. و بالاخره گفت که خب در کجای حکومت میخوای کار کنی؟ من گفتم من اصلا علاقمندی ندارم که با حکومت کار کنم، دوست دارم همی خواندگی های خود را ادامه بدم. خلاصه استاد محقق گفت که من فکر میکنم بس است دیگه، باید برای مردم کار کنین و این زمان یک زمان بسیار خوب است. خب خلاصه یک روزی باز مرا زنگ زد، گفت که امروز چای صبح من رئیس صاحب جمهور ملاقات دارم بسیار. و تو رو میخواییم با خود ببرم. یه او زمانهایی بوده که رئیس جمهور آقای محقق را میدیده و در چای صبح معمولا بله بله, بله. قبل از او داستان تظاهرات و او اعتصاب قضایی و بعد او یک لیوان شیر معروف و این داستان هاست. بله اتفاقا در همون زمانی هم که استاد محقق مرا برد بشه کرزای صاحب، همون زمانم از لحاظ سیاسی هر دویشان فوق العاده با هم کشمکش داشتن. اما کرزای صاحب یک برجستگی داشت که کشمکش های شخصی را یک طرف میماند و در بعضی مسائل با استاد محقق هم مشوره میکرد و هم از اون نظر میگرفت. از جمله همین مورد ما اونجا که رفتیم، خب خلاصه باز کرزای صاحب که از من پرسان کرد، من همین گپا را گفتم علاقه ندارم با حکومت کار کنم. گفت که چرا؟ گفتم میخواییم یعنی در سال خود ادامه بتوم و از این طریق میخواییم برای وطن خدمت کنم اگر خدا توفیق بده. باز کرزای صاحب گفت نه، کار کن دیگه، وقت عزیز که مثل شما جوانا کار بکنه. خب گفت کجا مناسب است که کار بکنه؟ استاد محقق گفت که به معینیت وزارت حج و اوقاف روان کن. امی آدمه آنی از ما پرسیدین که اگر می بودین در وزارت حج و اوقاف می بودین؟ به این خاطر این قصه را کردم. بعد ما وارخطا شدم چون واقعا به وزارت حج و اوقاف نمی رفتم. باز کرزای صاحب گفت نه، گفتی بسیار بسیار لکس لباس می پوشد. گفت این روان نکنیم پیش همین ملاها. گفت ملاها پسی را گفت که چپند جانش می تن. درجه ببخشید جناب راشد، درجه تحصیلات، درجه خب در از لحاظ دینی هم درجه های مختلفی داره، درجه دینی شما در چه سطحی است؟ اگر چند خب یک درجه را که شما پاس میکنین مدرک دکترا میگیرین و بعد از اون یک این علم یک دامنه داره که دیگه بعدش از دکترا هم فراتر میره، ولی من تا درجه دکترا و بعد از اون که فراتر از دکترا بوده هم تحصیل کرده. بسیار خوب. چرا واقعا علاقه نداشتید که در وزارت حج و اوقاف کار کنید جناب آقای راشدی؟ خب من علاقه مندی به جای دیگه داشتم، بیشتر کارهای فرهنگی رو دوست داشتم. در مثلا علاقه مندی من واقعا وزارت مثل وزارت فرهنگ، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی بود. من فکر میکردم افغانستان به یک تغییر بنیادین در زیربناهای علمی خود نیاز دارم. خب بعد در اون مجلس کرزای صاحب گفت که نه، من ای را پیش ملاها روان نمی کنم، امو جایی که خودم بودم روانش میکنم. من دیگه فکر کردم که من حتما به ریاست جمهوری میگیره، چون خودش به ریاست جمهوری بودم. من قبل از اون در ذهنم نبود که آقای کرزای معین سیاسی وزارت خارجه بوده. یک زمانی گفت که معین سیاسی وزارت خارجه میخواییم روانت کنم. او زمان فکر میکنم آقای اسپنتا وزیر خارجه بودند. او وقت آقای اسپنتا بود دقیقا. که باز من برای کرزای صاحب گفتم که من معین کسم نمیشم، برای این که در افغانستان معینیت به رسمیت شناخته نمیشم. گفت که چرا؟ من گفتم مثلا رئیس امی او وقت احمد ضیاء مسعود، احمد ضیاء مسعود معاون رئیس کرزای صاحب بود.
ما گفتم مثلا امی احمد ضیاءخان چقدر صلاحیت داره در امی ارگ ریاست جمهوری؟ کرزای صاحب بسیار محکم خندید، گفت بسیار صلاحیت داره، چرا این گپ گفتی؟ ما گفتم ما که از دور میبینم صلاحیت نداره، لذا مرا در معاونت و در معینیت روان نکنین. بعد کرزای صاحب گفت که نه، گفت اسپنتال صاحب یک آدمی تعلیم یافته غرب است، اوی معیارا رو مراد میکنه، اونجا آرام میباشی. خب خلاصه کرزای صاحب گفت که او برادر گفتم دیگرا برای منصب ساکت ما جنجال میکنه، اما خودت بسیار از منصب میگروزی، چرا اینطور است؟ من گفتم رئیس صاحب من تصمیم دارم که درس خود ادامه بتون یا همین راه را ادامه بتون، دیگه درسم تمام شده بود و اگر یک زمانی خواستم کاری حکومتی بکنم، گفتم حداقل اگر کار نشوی به جای خودت باشه باز شروع میکنم. من فکر کردم که کرسه صاحب شاید برش خوشایند نباشم، واقعا این صحنه از یادم نمیره. من که ایره گفتم، خب اون زمان بسیار جوان بودم، یعنی ارگ ریاست جمهوری اولین نشست با رئیس جمهور و همچی آرزوی را مثلا مثال زدن. کرزای صاحب اما تو خست اما پسته و خسته و اینا را ظرفش در دست خود کد، آمد پیش روی ما استاد شد، استاد محقق هم شیشته بود، گفت که بگی. من گفتم رئیس صاحب شما زحمت کشیدین، اینجا نزدیک ما هم هست. بعد به طرف استاد محقق سیل کرد، گفت من میخوایم یک جوان افغان اینی رقم آرزوی بلند داشته باشه. و از این به بعد گفت استاد محقق تو به این آدم کار نگیر که ایره با مسائل قومی نبری، میخواییم یک آدم ملی باشه. که باز من گفتم نه، من برای هر دویتان یک اطمینان میتونم که من قوم خود دوست دارم، اما میخواییم آسایش و موفقیت قوم خود در ترکیب ملی تأمین بکنم و این یکی از راههایی است که من میخواییم برم و امیدوار استم که این راهی که تا هنوز رفته نشده یک نتیجه بود. شما از آقای حامد کرزی بسیار به نیکی و خاطره جالبی هم که به صورت مشترک با آقای کرزی داشتید را بیان کردید. یکی از بزرگی های آقای حامد کرزی، یکی از توانایی های مثال زدنی آقای حامد کرزی همین برخورد با اطرافیانش بود، برخورد با مردم افغانستان بود که در برخوردها فوق العاده یک انسان کاریزماتیک، فوق العاده یک انسان برجسته و دانا که بود و هست و همه طبیعتاً مردم افغانستان هم اکثراً احترام آقای کرزی را به صورت ویژه‌ای دارند. اما بعدها در طول تاریخ وقتی تاریخ را ورق می‌زنیم می‌بینیم که آقای کرزی برعکس که از جوانان حمایت نکرد برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، بلکه رفت از یک پیرمرد پیرتر از خود آقای اشرف غنی حمایت کرد که بالاخره سرانجام قصه آن شد که شما بهتر از من آن را خواندید. این تفاوت گفتار و عمل در سیاستمداران افغانستان مشهور بود. اما به هر حال شما وارد حکومت شدید آقای راشدی و شما آنچنانی هم که نشان دادید و با آقای کرزی گفتید بی علاقه نبودید به کرسی های حکومتی. شما در چند کرسی حکومتی ایفای وظیفه کردید، سالهای سال هم بودید و آنچنان هم بودید که گویا با آسانی هم قرار نبود که کنار برید. در چه کرسی های شما کار کردید جناب آقای راشدی؟ من نزدیک به 8 سال معین نشراتی وزارت فرهنگ بودم. بله. و بعدش یک بار قرار شد من وزیر تجارت باشم. بله. که امو زمانایی که گاز بالای 100 روپیه شده بود در کیلو، وقتی که در ارگ ریاست جمهوری جنجال میشه که امی یک کسی روان بکنیم که زد و بند اقتصادی و اینطور گپا نداشته باشه که وضعیت تجارت و مثلا گاز با این بیایه، با در اونجا بحث شده بود. این قصه جناب دکتر صاحب رحیم میکرد که وزیر ما بود. خلاصه اونجا تصمیم گرفتم میشه در بین مثلا کرزای صاحب و یک تعداد نزدیکاش، معاونینش و از جمله کسایی که اونجا بود، اینا میگن که راشدی وزیر اقتصاد شد و همین مزه پولش نمیفهمه، شاید بتانه بدون زد و بند اقتصادی همین وضعیت حداقل مایحتاج مردم پایین بیاید.
خب ما بالاخره اما تو مثل که شما میشنیدین، من اینمی رقم از خبرهای ساعت 6 طلوع شنیدم که اجده وزیر اعلان شد و ما بینوان وزیر تجارت اعلان شدم و امی استاد محققی که مرا گرفته برد موین ساخت. امی استاد محقق اگر یادتان باشه ای اولین بار است که من این موضوع رو میگم، چون بله. در این پروگرام بعد از شکست جمهوریت یک سری مسائل را میخواییم بگوییم خیر استگار گذشت. باز استاد محقق در اونجا بسیار مانع شد و استاد شد و در واقع من از رای پارلمان دعوه خوردم و از اجده وزیر عبده وزیر رفت، من بر دعوه خوردم و اگر یادتان باشد در مو زمان یک جنجال مطبوعاتی هم شد که خبرنگارا پرسان کرد که چرا نامزد وزیر تجارت نامده که استاد خلیلی گفت. چه برخوردی با شما شد آقای راشدی؟ چه برخوردی از سوی استاد محقق با شما شد که شما صرف نظر کردید از حضور در پارلمان؟ من فکر میکنم استاد محقق هیچ زمان نسبت به من نظر بد نداشته و با وجودی که من در حزب یا در جریان استاد محقق هم نبوده، همیشه با من بسیار رویه نیک داشته و من هم فوق العاده به استاد محقق احترام داشتم. به عنوان یک کسی که یک عمر جهاد کرده، از افغانستان دفاع کرده و در دوران مقاومت درخشیده، برای من اشخاص مثل استاد محقق قابل قدر است. یعنی نمیخوایم اینا رو با آسانی به احترامی شود. اما چه گفت که شما به پارلمان نرفتید؟ چه گفت که شما از وزارت تجارت صرف نظر کردید؟ حتما چیز خوبی نگفته، حتما نگفته برتون که جناب راشدی بسیار خوب کار میکنید، برید پناهتان به خدا، سه مقدمه رو خفه ساختید. حتما تلفن گرفته برتون گفته که راشدی سه اگر دور نخوردی با ذهن من دم راید میایم. نه، او قصه شی تو بود جناب لشکری صاحب که حتی استاد محقق به ارگ رفته بود، اما ساعتی که ما قرار بود از دفتر صدارت به طرف پارلمان بریم، استاد محقق به ارگ رفته بود و کرزای صاحب و ماکم گرفته بود که ما او خو انتخابات بود. استاد محقق در جمع کرزای صاحب کمپاین کرده بود. بله که ما با راشدی گپی ندارم، مقصدی که او از حزب من است و نباید سهمیه مرا مثلا بر راشدی بتین. خب او منظور این که استاد محقق عصبانی شده بود در اونجا و او عصبانیت استاد محقق هم میدانستم که از خود استاد محقق نبود، از بعضی کسایی که در گوش استاد محقق گپ میزد و اونا به نفع افغانستان گپ نمیزد. متاسفانه تنها در این مورد، حالا چون مورد شخصی ما است هیچ زیاد میره نگفتیم، ای اولین بار است میگم، و کسایی که واقعا برای افغانستان کار نکرده بودن و حتی من میدانستم که اینا استاد محقق در واقع در این مورد اخفال کردن و کسایی که حتی بعدا اینا دستگیر شدن و ثابت هم شدن که برای کشورهای دیگه کار میکنن. اما آقای راشدی، چیزی که بسیار زیاد واضح هست همین انتخابهای نادرست باعث وضعیت فعلی افغانستان است، از وزارت‌های امنیتی گرفته تا وزارت‌های اقتصادی تا وزارت‌های فرهنگی تا وزارت‌های آموزشی. استاد محقق شما را به عنوان همکیش و همتبار خود حمایت می‌کنه، دستان را گرفته تا ارگ ریاست جمهوری دفتر آقای کرزی برای چای صبح می‌بره که شما وزیر ترانسپورت شوید، در حالی که شما یک روز ترانسپورت نخوندید. شما را می‌خواد که معین سیاسی وزارت خارجه شوید به قول آقای کرزی که شما یک روز تجربه فعالیت و کار در یک اداره دیپلماتیک، در یک سفارت، در یک وزارت خارجه، وزارت خارجه مثل وزارت خارجه افغانستان را نداشتید. همین انتخاب‌های نادرست احتمالاً اگر شما هم بپذیرید باعث شد که وضعیت به اینجا برسه. و آقای محقق هم یکی از همون کسانی بود که سعی می‌کرد با حمایت از یک تکت خاص، احتمالاً تاریخ هم نشان داده که همیشه علاقه داشت که از تکت برنده حمایت کنه، و بعد برش مهم هم نبود که آقای راشدی بیشتر یک عالم دین است تا یک وزیر ترانسپورت، بیشتر در کمالات و اخلاقیات و معرفت و دین پروری عالم هست و دکترا داره تا تیاره و میلی بس و تیکسی و ترانسپورت. این برای آقای محقق مهم نبود، درست است؟
نه ای خوش ما فکر میکنم برای همگی مهم بود، اما ای بحثایی که من میگم ای بحثا مربوط سال 2007 است و او زمان بحث مشارکت ملی بود و نیروها به ای اندازه که در حال حاضر وجود داره نبود و ای ضعفایی که شما اشاره کردین متاسفانه وجود داشت. خب او را خوب شد و من نپذیرفتم، اما در وزارت خارجه که مرا کرزی صاحب گفت برو امی چیز مرا پرسید، تحصیلات مرا پرسید، من پایان نامه فوق لیسانس خود را اونجا تشریح کردم، برای فوق لیسانس خود پایان نامه شد در سیاست خارجی، در سیاست خارجی حکومت اسلامی نوشته کرده. اما معین سیاسی، اما معین بله. سیاسی، معین سیاسی وزارت خارجه یک کشور تنها با داشتن تجربه نوشتن یک پایان نامه فوق لیسانس، من فکر میکنم که حاتم بخشی است که آقای کرزی و آقای بله. محقق در قبال شما داشتن بر صورت. اما آقای راشد شما به وزارت رسیدید بالاخره؟ بله، منظور این که جناب لشکری صاحب، ما اگر شما برین سر آفتهایی که جمهوریت چی آفتها داشت من میپذیرم دیگه. بعدش بله من وزیر شدم و بعد از اینکه مسئله وزارت ترانسپورت با او رقم شد، من در یک سفری در ویتنام بودم، در البته بحث وزارت من همیشه مطرح بود و در ویتنام نشست جهانی رسانه ها بود که من در اونجا بودم به عنوان وزیر مبارزه با مواد مخدر. مرا انتخاب شدم از طرف کرزی صاحب و معاونین و اینایش که در واقع تصمیم می گرفتن، و اگرچه نامدم من زیاد علاقه من نبودم، گفتم که اینجا من چی رقم کار بکنم، ولی در مجموع فهم آقای کرزی و فهم دوستایی که مرا بر جای روان میکردن ایست که این گپ شما درست است، اما در وزارت یکی پست سیاسی است، یکی مدیریت در وزارت کردن شرط است و باز معینیت یک مقدار مسلکی تر میشه. شما در دنیای غرب هم میبینید انسانها بر خلاف رشته های خود میره یک جای قرار میگیره، یا حتی بر اساس استعدادها میبینید بدون از اینکه پله ها را به پیمایه میتونه در یک جای برسه. البته ما نمیخوایم بگویم که ما همی رقم بودیم، ولی بدون شک در او زمان بحث اول برای جمهوریت بحث ترکیب ملی بود و او ترکیب ملی در بعضی موارد باعث میشد که انسان ها بنابر مصلحت کلانتر از یکی در کدام رشته و تخصص و اینا قرار میگرفت، که من حتی او را میپذیرم و افغانستان بیشتر به او فضا نیاز داشت که ترکیب ملی را ببینه و این مشکلات مشکلات بعد از اولویت ترکیب ملی. اما تجربه نشان میده آقای راشدی که اون ظرفیت ها عدم وجود و حضور ظرفیت های اکادمیک در حکومت آقای کرزی و بعد ادامه دار شدن او تا اوایل حکومت آقای غنی باعث همان خشت اول و دیوار کج و ثریا خانم و همه این داستان ها باشه. به هر صورت بیایید که از این کمی فاصله بگیریم. آقای راشدی شما وزیر بودید، معین بودید، نامزد وزیری بودید که تا نزدیکی های پارلمان رفتید و برگشتید، در افغانستان حضوری فعال در عرصه سیاست داشتید. من میخوایم بدانم که صادقانه و خارج از هر گونه دیپلماسی اگر بخواهید که بیان کنید بزرگترین دلیل و بزرگترین نقطه ضعف نظام جمهوریت که فرو پاشید از یکدیگر و آن هم توسط یک گروه تنها، یک گروه مسلحی که بزرگترین قناعت بخشترین شیوه رسیدن به حکومت را مبارزه، جنگیدن، کشتن و خونریزی میدانستن شد، چرا نظام جمهوریت از هم باشید؟ چرا نظام جمهوریت سقوط کرد؟ جناب آقای راشدی من فکر بکنم جناب لشکری صاحب تعریفهای خود رو از کرزی صاحب کرد و این سوال شما را جدن ربط میتونم به دوران دو رئیس جمهور کرزی صاحب و آقای غنی
که بعدش آمدن، اصلاً یکی از مشکلات عمده در جمهوریت عدم تعریف پارتنرشیپی توسط کرزی صاحب و بعدش توسط آقای غنی بود. یعنی ما یک افغانستانی که تروریسم له کرده بود افغانستان را، یک افغانستانی که خنجر در سینه بر رو افتاده بود، در او دوران امی سازمان ملل فیصله کرد، شورای امنیت فیصله کرد که باید دنیا در کنار گروه مقاومت افغانستان بره و افغانستان را از این حالت نجات بده، یک، و تروریسم را از افغانستان پس کنه. خب یک پارتنرشیپی بود، یک موضوعی که جهان برای منافع ملی خود چون از اینجا ضربه خورده بود آمدن، عاشق ما نبودن و گام اول برشان منافع ملیشان بود. پول خدا آوردن، سربازای خدا آوردن و شما دیدین که تنها امریکایی‌ها 2600 نفر از اساکرشان در این جنگ کشته شدن. میلیاردها بی سابقه ترین پول شاید در تاریخ همکاری های بین المللی در اینجا مصرف شده. خب این می طلبه که از طرف آقای کرزی که یک رئیس جمهور این دوران بوده، باید بودن نیروهای خارجی در افغانستان ازش یک معنای مدرن می داشت و به این معنا که این همکاری را درک می کرد. اگر این همکاری درک نمی شد که نشد از طرف آقای کرزی، شما دیدین که متاسفانه آقای کرزی در یک جنجال بسیار جدی با امریکایی افتاد، کاشکنی های عجیبی در برابر پیمان استراتژیک مقاومت کرد. او کارها یک اشتباهی بود که من فکر میکنم هم ما و هم کسای دیگه که در کابینه آقای کرزی بود بسیار تلاش کردیم که آقای کرزی را از این را منصرف کنیم و به این باور برسانیم که همکاری بین المللی نه به معنای مزدوری است، نه به معنای اشغال است، نه به معنای بیرنگی است و شما از این فرصت تاریخی باید به نفع افغانستان، به نفع آبادی افغانستان استفاده کنید. متاسفانه من صریح میگم که آقای کرزی در اینجا دچار اشتباه شد و هم باعث ضعف خود و باعث ضعف نظام و باعث دلسردی کسایی که آمده بود افغانستان و جمهوریت حمایت کنه. کار دیگه این که آقای کرزی متاسفانه این بحث اول آقای کرزی رو من با شما کمی میخوام وارد شوم و بشکافیم با یک دیگر. آقای راشدی، آقای کرزی، خب ما در گفتگوهای غیر رسانه‌ای هم با آقای کرزی بر سر این صحبت می‌کردیم گاهی که خب تعریف مشخص شما از حضور نیروهای خارجی در افغانستان چیست؟ آقای کرزی هم به دنبال همین بود، میگفت که من هم به دنبال یافتن یک تعریف مشخص برای حضور نظامی خارجی‌ها در افغانستان هستم. هر زمانی که این تعریف از سوی ما و از سوی خارجی‌ها به یک نقطه واحد برسه، ما دیگر مشکلی نخواهیم داشت. اما اون نقطه واحد از یک دیگر دور از نقطه واحدی وجود ندارم. من میخوایم از شما دو سوال را در رابطه با این دیدگاه آقای کرزی مطرح کنم. یک، اینکه آیا شما مدل دیگری به مانند مدل همکاری بین المللی با افغانستان را سراغ دارید؟ مشخصا همکاری آمریکا با کشورهای دیگر، این مدل را سراغ دارید که او کشورها با حضور آمریکایی‌ها در دراز مدت موفق بوده باشند، کشوری پیشرفته و مترقی داشته باشند و استقلالیت خود را داشته باشند، یا خیر؟ و دوم، اینکه واقعا آقای کرزی به عنوان یک خبره سیاست در یک بلا تکلیفی سیاسی گیر مانده بود، یا اینکه دانسته خود را و افغانستان را از کشورهای کمک کننده دور کرد؟ ببینید، فرض اول ایست که یک کشور بدون کمک خارجی اقتصاد خود، مردم خود، وحدت مردم خود، تمامیت ارضی خود، اردوی خود، همه چیز خود بسازه، این یک فرض ایدئال است. اما چنانچه که اگر یک کشور به این موفق نشود که مجبور شود به کمک گرفتن از خارجی ها، مثلا مثال هایش مثل جرمنی بعد از جنگ دوم جهانی، مثل کره جنوبی که تا حال حاضر ادامه داره، مثلا
موارد دیگه مثل ژاپن بعد از همین ژاپن، همین کره جنوبی میشه گفت که یک مدل موفقی از یک همکاری مشترک بین المللی هست آقای راشدی. دقیق. ببینین هم کره جنوبی، هم جرمن ها، هم ژاپنی ها شاید صدها گلایه‌مندی از امریکایی ها، از رویششان، از رفتارشان، از بعضی مسائلی که به حساب غرورشان برخورده باشد داشته بوده باشند، اما برشان مهم مسائل کلان بود. یعنی اونا میفهمید که یک کسی که میاد اینجا سرباز خود میاره، پول خود میاره، بعضی مسائلی که برای آدم ناخوشایند است هم وجود می داشته باشه، این باید مدیریت می شد. ما باور ما این است که افغانستان نظام جمهوریت یکی از دستاوردهای تاریخی برای افغانستان بود که از متن یک بیچارگی برای ما آورده شد و مردم ما ایره متاسفانه قدر زیر نفهمید و آقای کرزی قدر زیر نفهمید، حتی تحصیل کرده های ما قدر زیر نفهمید. بعدش آمدن آقای غنی در جمهوریت، ببینین باز هم ما فکر میکردیم که آقای غنی بتانه یک مقدار، چون آقای کرزی هم رقمی که شما گفتین یک شخصیت وطنی است، بعضی مسائل مدرن و خودتان میفهمین که اصلا علاقمندی برش نداره. گفتیم حالا یک کسی که از امریکا آمده و تحصیلاتش اونجا بوده این را درک میکنه. دیدیم که آقای کرزی به مراتب بیشتر به لجاجت افتاد. در روزهای آخر شما دیدین که بحث صلح به جایی رسید که آقای غنی حتی میگفت که ما تا دوره ریاست جمهوری خود پورا نکردیم گپ از صلح نزنیم. ببینین اردوی ملی سالانه ده ها هزار نفر به خود کشته میشد. همه جریان های سیاسی صلح میگفت، همه دنیا صلح میگفت، همه امور رهبران جنگ سالار صلح میگفت، طالب هم به لوحه آمده بود صلح میگفت، اما آقای غنی میگفت صبر کنید که من نوبت خود پوره کنم. بعد از این که گفت نوبت ما پوره شدن نوبتش که مثلا بانش گرفته شد، گفت که در صورت کنار میریم که حکومت عبوری را به خودم بتیم. ای را هم از ای هم که گذشت گفت در صورت کنار میریم که حکومت عبوری را به آقای محب بتیم. ای را هم که نتانست گفت در صورت کنار میروم که مثلا یک کس دیگه از تیم ما در حکومت. ببینید اینا همه گیش به معنای از ای بود که چیزی به نام افغانستان برای یک رئیس جمهور اولویت نداشت. و شما دیدین که وقتی متاسفانه امریکایی ها به گپای آقای غنی گوش نکردن، مثلا دکتر عبدالله، آقای کرزی، آقای خلیلزاد از جمله کسایی بود که واقعا با بودن آقای غنی در ریاست جمهوری اصلا راضی نبودن، اما حمایت کردن. اما مشخصا آقای کرزی خب یکی از حامیان سرسخت آقای غنی برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بود. آقای راشدی، در روزهای آخر جمهوریت فضای سیاسی افغانستان که من با همه گپ می‌زدم این بود، بله، تمام رهبرای سیاسی، حتی رهبرایی که با آقای غنی بسیار نزدیک بود، تمام کشورها، همسایه ها و کشورهای غربی، آقای عبدالله، آقای کرزی، آقای خلیلزاد، همگی به این باور بود که باید غنی از ارگ بیرون شد. و این درست هم میگفتم و واقعا آقای غنی کاری نمیکرد که نظام افغانستان دوام پیدا کنه یا صلح به معنای گذر از بحران شد. پس شما تایید، پس شما به صورت غیر مستقیم تایید میکنید که کنار رفتن آقای غنی یا کنار زده شد آقای غنی، کنار نرفت آقای غنی. وقتی شما میگید که همه کشورها، وقتی شما میگید آقای خلیلزاد، وقتی شما میگید آقای کرزی، وقتی شما میگید آقای عبدالله، همه موافق این بودن که غنی از ارگ بیرون شوه، پس شما تئوری توطئه بر علیه اشرف غنی و حکومت اشرف غنی از سوی همین افراد سیاسی را به گونه غیر مستقیم تایید میکنید آقای راشدی؟ ببینید این نمیشه تئوری توطئه بگویم. همگی داخلی ها و خارجی ها به اجماع رسیده بود نظام جمهوریت با اداره که آقای غنی میکنه نباید ادامه پیدا کنه. دو،
باید صلح به وجود بیاید، باید قرارداد دوحه تأمین شود. و می خاطرم بود ببینید، من اون زمانهای کمی فشارها با آقای غنی میامد هم یک نگرانی جدی داشتم که همون شد. نگرانی ما این بود که همگی روی آقای غنی فشار می آورد که آقای غنی باید مطالباتی که داخل و خارج روش اجماع داره بپذیرن، چون هم داخلی هم خارجی ها به اینجا رسیده بود که دیگه نمیخواست تماشاگر آقای غنی باشم. اما از یک نکته غافل بودن، یعنی را من میتونم همیان با وضوح بگویم و حتی یک شب من این را با آقای خلیلزاد هم گفتم که کار را به گونه اداره کن که نظام جمهوریت قبل از آوردن صلح فرو نپاشم، و من از این نگرانی دارم و این نگرانی من از شخص آقای غنی بود. من میفهمیدم که آقای غنی سخت زیر فشار است و از کرکتر آقای غنی آدم میتونست استنباط بکنه که اگر یا باید این رئیس جمهوری افغانستان باشه یا نظام را چپه میکنم. همین کارم شد و واقعا وقتی آقای غنی فهمید در همون شبی که جلسه انجام شد و قرار شد که امو حکومت انتقالی آغاز شود تطبیقش، آقای غنی که موافقت کرده بود فردایش نظام را در واقع تسلیم طالبا کرد. و این بخاطر بسیار خب آقای راشد، من یک سوال کوتاه چند لحظه پیش مطرح کردم پاسخی دریافت نکردم، خواهش میکنم بسیار کوتاه که من از این داستان آقای کرزی حداقل سریعتر عبور کنیم و برسیم به شرایط فعلی افغانستان. کرزی دانسته خود را وارد یک همچین مخمسه ای کرد، دور ساختن از غربی ها و متحدان بین المللی، یا اینکه ندانسته با نداشتن یک تعریف مناسب از اینکه اگر این گونه برخورد کنیم متحدان بین المللی ما دور خواهد شد، ما تنها خواهیم ماند و این ارزش ها سقوط خواهد کرد، ارزش هایی که به کمک مالی، سیاسی، نظامی و حتی اجتماعی کشورهای خارجی ایجاد شده بود فرو خواهد باشید. میدانست یا نه؟ من نمیتونم به قاطعیت بگویم، اما در مجموع میتونم بگویم یک اشتباه بزرگ سیاسی بود از طرف آقای کرزی که امروز با وضوع آقای کرزی خودش هم به خاطر اشتباه سیاسی در یک جنجال بزرگ قرار گرفته و وضعیت وطن و آینده وطن را هم که همگی ما و شما میدانیم. بسیار خب، شما آقای راشدی در جایی یاد کردید که مردم افغانستان یک زمان طلایی را از دست دادند برای بالندگی، برای شکوفایی، برای رهایی از اون تاریخ چند دهه جنگ و درگیری. من میخوایم از شما، اول من نفهمیدم که شما از مردم افغانستان گلایه کردید یا از مردم افغانستان دلجویی کردید به عنوان یک سیاستمدار، اما من میخوایم سوال اینگونه مطرح کنم که شما تاریخ افغانستان را بسیار خوب میشناسید و من میخوایم بدانم که در مقاطع مختلف مردم افغانستان چقدر نقش خود را خوب بازی کردند، مردم افغانستان جدایی از سیاستمداران افغانستان، مردم افغانستان چقدر نقش خود را خوب بازی کردن، مردمی که گفته میشه یکی از بزرگترین افتخارات چون شکست امپراتوری های بزرگ است، شکست قدرت های بزرگ است، شکست شوروی سابق است، شکست انگلستان است، شکست امریکایی هاست در حال حاضر، یا مردمی که در طول تاریخ با فقر، گرسنگی، بیچارگی، جنگ، دربدری، آوارگی، مهاجرت دست و پنجه نرم می‌کردن. نقش مردم افغانستان را کجا می‌بینید؟ اول اینکه شما مردم افغانستان یک مردم جنگجویی که قدرت‌های جهان را شکست دادن می‌بینید یا یک مردم فقیری که سال‌ها درگیر جنگ بودند؟ ببینید بعضی قضاوت‌ها در اینجا میشه کرد، اما ما می‌خوایم بسیار خلاصه بگویم که مردم در بعضی موارد کارهایی میکنن که او به ضرر کشورشان است. یک، دو، مردم گناه نداره. حکومت هایی که در افغانستان آمده این مردم را به دور از سواد و به دور از تعلیم و تربیت و به دور از ملت شدن و به دور از پذیرفتن و اینا تحمیل شده سرشان، این مردم همی رقم تصمیم میگیرن.
ببینید ما دو قشر در افغانستان داریم، یک قشر تحصیل کرده ها، شهرنشین ها و کسایی است که در به دنبال رشد دادن زندگی شخصی و وطنشان است. یک تعداد دیگه هم در افغانستان معیار زندگی شخصیشان و معیار پشتبانی از یک حکومتشان مسائل اسلامی است. حکومت اسلامی به کارشان است، زندگی اسلامی به کارشان است. اما در افغانستان متاسفانه امی هم به اشتباه معنا شده. مثلا نظام جمهوریت را آنچنان که باید مردم افغانستان حمایت میکردن حمایت نکردن، به امی خاطر نظام سقوط کرد و به امی خاطر مثلا مردم ما اگر در یک تلویزیون یک زنی را میدید که موهایش بیشتر بیرون شده، بله، ای او را به یک قضاوت میرسان که حکومت پس به طرف مسائل ضد دینی میره، اما دیگه چیزا را نمیفهمید که یک قانون اساسی عادلانه وجود داره، وحدت به طرف وحدت ملی روان است، وطنش صاحب آبادانی و صاحب عزت شده در سطح جهانی، عدالت در اینجا معیار هست، حضور تمام اقوام و تمام گرایش های سیاسی در اینجا آزادانه فعالیت میکنه، رسانه ها آزاد است، انتقاد آزاد است. شما به عنوان یک خبرنگار بارها وزیر و جنرال بر حال اون نظام را می آوردین، از حد مصاحبه حتی در حد محاکمه می کشانده و یک نظام ایرقمی را قدرش نفهمیدن. خیلی ها وانا دیدن که یک تعداد زیر دل طرفدار شدن، یک تعداد واقعا حتی به بهای جانشان نظام را تضعیف کردن. من میخواهیم بگویم که ما متاسفانه در افغانستان بعضی معیارها را برای مردم خود تشریح نکردیم. آیا معیار اسلامی بودن؟ امیال بعضی کسا فکر میکنه که حکومت طالبا حکومت اسلامی است. ما با وضوح اعلام میکنم به عنوان کسی که متخصص در علوم دینی هستم، این عذر میخواهیم که من میگم، این برازی میگم که این گپ از هوایی نیست، بر اساس یک استدلال و استنباط است. حکومتی که در او حکومت عدالت نباشد، خون انسان ارزش نداشته باشد، آبروی انسان ها ارزش نداشته باشد، زن به عنوان انسان در اونجا مطرح نباشه، به بهانه که حجاب نداری زن برده شوه، بندی شوه و به او تجاوز شوه، حتی اگر تجاوز را به معنای به همی پیمانه که میبرن بندی میکنن، این خودش یک نوع تجاوز است، اگر حتی دیگه چیزا نشده باشه. و در نظامی که دیگرا اصلا حقی نداره، یک نظامی که بر اساس یک قوم، یک زبان، یک گروه سیاسی که حتی امو قوم پشتون را هم شامل نمیشن، شما یک دموکرات، یک انسانی که به وحدت ملی باور داره و یک انسانی که برای افغانستان به شکل مضایق عمومی دلش میتبه، شما او را هرگز نمیتونید سر طالبا بقبولانید. و امروز میبینیم حتی کسایی که از قوم خودشان از وقت انسانی میاندیشه در اون ملت نمیتونه زندگی کنه، جانش در خطر میشن. مثلا هزاره ها یک واقعیت بزرگ جامعه افغانستان است، یک قومی است که جز برای پیشتازی، برای هنر، برای علم، برای آبادانی افغانستان هیچ کار دیگه ای نکرده. امروز اینا در افغانستان به عنوان انسان نیستن، اینا در معرض جنوساید است، کشته میشن، یا داعش میکشه، یا طالب میکشه، یا هر دوش میکشه. بسیار خب، یک قدم برگردیم به عقب، هرچند که من پاسخ سوالی که شما مطرح کردم را دریافت نکردم که تکلیف مردم افغانستان چیست، اما من میخوام این را مطرح کنم با شما. آقای، شما بحث دینی را پیش کشیدید، من میخوام از همین دریچه با شما وارد بحث دینی حکومت طالبان شوم. مردم افغانستان آقای راشدی در یک بلا تکلیفی عجیب قرار دارند، در یک چند راهی برای انتخاب عجیب و غریب قرار دادند. کدام گروه و کدام نوع قرائت دینی را از کدام جناح بپذیرند؟ قرائت دینی حکومت طالبان را بپذیرند، قرائت دینی حکومت نمیدانم مجاهدین را بپذیرند، قرائت دینی داعش را بپذیرند،
قرائت دینی تکنودموکرات های غربی رو بپذیرن، کدام قرائت رو بپذیرن؟ در حال حاضر طالبان هست، شما میگویید که حکومت چون اسلامی نیست، در گذشته جمهوریت بود، تعدادی میگفتن طالب، میگفتن طالب هم بخشی از جامعه افغانستان را تشکیل میده، میگفتن که اون حکومت اسلامی نیست، امان الله خان را گفتن حکومتش اسلامی نیست، شاهنشاهی پادشاهیش اسلامی نیست، بعد از او رو گفتن اسلامی نیست، بعد از او رو گفتن اسلامی نیست، و در چندین دهه به نام نجات اسلام سربازگیری میشه و مردم افغانستان کشته میشن. تکلیف چیست؟ قرائت درست کجاست؟ اقبال لاهوری میگفت اگر پیامبر معظم اسلام زنده شود، امی اسلامی که خودش آورده نمیشناسد. این یک واقعیت است، نه تنها در افغانستان، در سطح عموم اگر ما معرفت دینی را بخوایم یک عیار سنجی بکنیم، متاسفانه فوق العاده بیراه رفته شده. یکی، و اگر بحث را در افغانستان بیاریم، قصه بسیار بدتر است. حکومتی که بر اساس فقه استوار باشد و فقه از جمله احکام فرعی اسلام است، احکامی است که مورد اختلاف هم هست، مثلا حجاب زن، مثلا رفتن با محرم، نرفتن با محرم، مسئله ارث، مسئله طلاق، مسئله نکاح، اینا مسائلی است که برجستگی اسلام اینا نیست. اینا را اگر شما اجرا کنین یا اجرا نکنین، در عیار مسلمانی شما تغییر زیاد نمیارد. اسلام امو چیزی است که امام محمد غزالی احیای علوم دین را مجبور شد بنویسه. احیای علوم دین به می خاطر بود که در امو دوران هم ببینید فقها از ابتدا تا دوران تا قرن هفتم فقها حاکم جامعه اسلامی شد و اسلام را تفسیر کرد، لذا اونا اسلام فقاهتی را تفسیر کرد، از بحث اخلاقیات، از بحث کلام، از بحث عرفان اسلامی، از اینا کاملا نه اونا این مسائل را میفهمیدن نه به این گپا علاقه داشتن. فقط در قرن هشتم ما میبینیم که معتزله به وجود آمده و یک مقدار اسلام عقلانی را آورده. خب اینا را عمیق نمیشه در این پروگرام جناب لشکری صاحب مطرح بکنم، میخواییم این را بگویم که احکام فرعی غیر ضروری که احکام فقهی است و خوب است، هر مسلمان باید به اینا احترام کنه، اما فکر نکنه که امینا معیار مسلمان شدن است و معیار اسلامی شدن جامعه است. معیار اسلامی شدن جامعه مسائل دیگه است. یک جامعه فقیری که گدایگرش بیشتر از آدمی که نان سیر میخوره، او جامعه جامعه اسلامی نیست. جامعه ای که تعصب بیداد میکنه و زبان دیگرا را به عنوان یک تهدید بشناسی، وجود واقعی حکومت شامن. حکومت را شما منظورتان است که حکومت اسلام نیست. جامعه خب تقصیری نداره. اگر جامعه گرسنه است، تعداد گرسنگان در جامعه بیشتر از سیران هست، مشکل از حکومت است دیگه. بله، مثلا معیارهایی که در این حکومت فعلی طالباست، غیر از خودشان منافعشان دیگه هیچ رسمیت نداره. مثلا به طور شخصی میتونن 4000 میلیارد بچون چرا از خزانه مردم افغانستان برداشت کنن، اما اقوام دیگه، زبانهای دیگه، زبانی مانند زبان پارسی دری که بدون پارسی دری شما در حوزه تمدنی اسلامی یک بخش بزرگی از معرفت تمدنی اسلام را از دست میدید. بدون از این مبارزه کردن، ضدیت کردن، دشمنی کردن، حتی بی‌مهری کردن با این زبان، معنایش چیست؟ دیگرا باید تماشا کنن که اینا حاکم باشن، دستور بتن، یا باید اطاعت بکنن، جانشان، مالشان، هیچ چیزشان جناب آقای راشدی بیایید. جناب معیار حکومت اسلامی است. جناب راشدی بیایید یک قدم برگردید به عقب. همین دستگیری دختران افغانستان توسط سربازان گروه طالبان در کابل را اگر بررسی کنیم، که گفته میشه معیار طالبان برای حجاب چیست را خودشان تعریف کردن، شما میبینید از طریق رسانه های داخل افغانستان هم گفته میشه که
شماری از دختران هموطنمان در کابل بی حجاب، بد حجاب که واژه نادرست است، اصلا وجود نداره، یا خوب حجاب و بد حجاب نیست، یا با حجاب است یا بی حجاب، بی حجاب در شهر گشت و گذار داشتن و سربازان طالبان برای اینکه سربازان یا گروه یا حکومت اسلامی هستن آنها را دستگیر کردن. ما میخواییم اول از شما بپرسم که چقدر این حق به سربازان یک گروه هرچند اسلامی داده میشه که در برابر ناموس و زنان و دختران یک جامعه اینگونه بیستن، آنها را بگیرند، وارد زندان کنند و اینگونه با آنها برخورد کنند. یک، اسلام چه تعریفی از این داره؟ و بعد بحث دیگر این که آیا حجاب در شرایط فعلی با وضعیت فعلی افغانستان میتونه جز اولویت‌های کاری گروه طالبان باشه یا خیلی از اولویت‌های دیگر وجود داره که طالبان میتونه با آنها هم بپردازه؟ ببینید جناب لشکری صاحب، حجاب برای محافظت زن آمد و یکی از احکام فرعی است، عرض کردم. دو، حجاب یکی از مسائل اختلافی است. فرض کنید که یک مسئله غیر اختلافی باشه، یک مسئله فوق العاده محکم باشه، یک مسئله فرعی هست که شما فقط میتونین بخواهین که حجاب را مراعات کنه، اما هیچ کس نمیتونه کسی که حجاب مراعات نمیکنه به زور حجاب سرش تحمیل بکنه. یعنی شما حتی بازخواست کردن نمیتونین. شما ببینین این کجراهه را ببینین که معیار اسلامی شدن را به این میدانه که باید حتما آنگونه که اینا میخواهند حجاب را. من میگم آقای راشدی، بیاید تاریخی صحبت کنیم، به دلیلی که بحث خیلی 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 تاثیرگذاری در جامعه فعلی افغانستان. چقدر چنین کاری که گروه طالبان در حال حاضر انجام میدن با دلیل اینکه ما اسلام را میخواهیم در افغانستان نجات بدیم، پیشینه تاریخی داره در صدر اسلام، در زمان حضور پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم؟ چقدر این گونه برخورد با زنان و دختران پیشینه تاریخی داره جناب آقای راشدی؟ هیچ پیشینه تاریخی نداره. شما از دوران پیامبر تا دوران حال حاضر علمای شیعه، علمای اهل سنت و تمام فرقه ها هیچ عالمی را پیدا کرده نمیتونین که فتوا داده باشه اگر زنی حجاب را مراعات نکرد شما با او متعرض شوین یا او را در تنگنا قرار بدین. هیچ عالمی همچی فتوایی را نداده. ببینین حجاب یک موضوعی هست، انتخابی است، یک از جمله احکام فرعیه اسلام هست. کسی مراعات کرد خوب، کسی مراعات نکرد او را کسی به زندان برده نمیتونه. به خاطر حجاب به کسی تعرضی به اندازه‌ای که ببری و او مجبور شوه بعد از زندان به خودکشی بپردازه، اینا همگی تهمت به اسلام است. اینا از ضروریات حکومت اسلامی نیست. اینا شمایی میگید که دکترا دارید در دین اسلام. ما فکر میکنم غیر از کسایی که توسط حجاب به بهانه حجاب میخواین عقده های دیگه خود خالی بکنن و در واقع از این عنصر سیاسی استفاده سیاسی میکنن، اینا بسیار جفا به اسلام میکنن. اگر قرار باشه حکومت اسلامی برش فقط حجاب زن و موی زن مهم باشه، اما جان مردم، رفاه مردم، آسایش مردم، اقتصاد مردم، عزت مردم، همین مردمی که تو از حجاب میخوایی یا کشورهای دیگه همه می اشتباه را مثل طالبا میکنه، طالبا از اونا کپی میکنه، اونا از طالبا کپی میکنه، امینا تو اگر میخوایی حکومتت اسلامی باشه کاری نکو که پاسپورت کشور تو به جیب مردم است، با همین پاسپورت میره با دیگر را پناه میبره. اینجا این کشور چطور میتونه اسلامی باشه؟ این ننگ جامعه اسلام است. این نظام هر چیز میتونه باشه به جز اسلامی. و ما برای شما میتونم به صراحت بگویم در حال حاضر به نظر ما که ما معیارها را ملاک قرار میتیم، نه شعارها و ترفندها را، غیر اسلامی ترین نظام روی زمین نظام طالبان است. همین طوری که غیر مشروع ترین است و هیچ کشوری نظام طالب را به رسمیت نشناختن،
و صراحت میگم غیر اسلامی ترین نظام هم هست. برازی که برای پوره کردن معیارهای اسلامیش طالبا یک باید همه را حقشان را به رسمیت بشناسم، جان همگی مفروض باشه، به عدالت تن بده، به عزت مسلمان ها تن بده، به عزت انسان ها تن بده، حتی انسان هایی که مسلمان نباشند باید در افغانستان با عزت کامل و با مسئولیت کامل زندگی کنه. او نظام میتونه نظام اسلامی باشه و میتونه لقب اسلامی بانه. اگرچند ما باور ما ای است که متاسفانه یکی از چیزهایی که بسیار ظلم شده که ما بر روش های حکومتداری پسوند اسلامی را میتیم و حکومت یک امر عرفی است. حکومتداری بر اساس انتخاب و اراده مردم است. ما وقتی که به طالبا میگیم باید مردم با اراده خود حاکم خود انتخاب کنه و سرنوشت خود را، این را به معیار اسلامی میگیم. البته من یک نکته را اینجا یادم آمد که این صحبت هایی که من در اینجا میکنم، این صحبت ها از موضع شخصی من هست و من بعد از سقوط حکومت جمهوریت ما در بیرون یک تیم سیاسی بزرگ به نام تیم صلح و عدالت را ساختیم و او تعداد صدها نفر از وزرا و کلا، چهره های فرهنگی، چهره های جامعه مدنی و بزرگان افغانستان هستند. ای از آدرس اونا نیست، ایره ما باید در اول میگفتم. اما بحث ما ایست که اگر یک تعداد حتی کسایی که با طالب نیستند و کسایی که امروز در استخدام طالب و برای طالب وطندارهای خود کشتن، انتحار دادن، انفجار کردن و فکر کردن که با اشغال مبارزه کردن، فکر کردن که اسلام را حمایت میکنن، نه، واقعا او انتحار، انتحار مردم است، انتحار امو قومی است که اینا از آدرسش گپ میزن. او قوم را هم نابود کردن. امروز بیشترین تاوان حضور طالب را در افغانستان قوم پشتون میپردازد و بزرگترین جفا را به قوم پشتون طالب ها میکنن. و در آینده معلوم میشه. شما ببینید شاید امروز جمهوریت در یک شب توسط آقای غنی به اینا سپرده شد و همگی آواره شدن مثل که ما و شما آواره شدیم، اما قصه به این قسم نمیمانه. نظامی که عدالت را نپذیره، مشارکت را نپذیره، نظامی که دیگران را به رسمیت نشناسه، او نظام محکوم به سقوط است. و اینهایی که زبانشان، هویتشان، زندگیشان، همه چیزشان در اینجا مسئولیت نداره، اینا تا کی میتونه صبر بکنه؟ ما برای طالبان میخوایم اعلان بکنم که برای شما یک راه وجود داره. یک، به اسلام واقعی تن بتین، شعارهای دروغی نپس کنین، بیاین به دور عدالت جمع شوین. افغانستانی که اقوام بزرگی او را تشکیل داده، در افغانستان ما هیچ اقلیت نداریم. همگی واقعیت های قومی افغانستان را ساختن. یک واقعیت قومی پشتون است، واقعیت قومی دیگه هزاره است، واقعیت قومی دیگه تاجیک است، واقعیت قومی دیگه ازبک های ماست و همچنین بلوچ های ما، همون که در سرود ملی جمهوریت بود. اینا را هر کدامش را شما نادیده بگیرین و نظام سقوط میکنن. و من متاسف هستم، مردم افغانستان باید یاد بگیرن اگر یک قوم و یک زبان خواست حکومت استبدادی بسازه، باید روشن فکران و تحصیل یافتگان همو قوم اول بر علیهشان استاد شد. و برازی که این هم ظلم به افغانستان است، هم ظلم به همو قوم است. یعنی شما وقتی یک قوم رو به طرف ظلم و بیداد میبرین، در واقع خیانت میکنین، او رو به یک رویارویی میبرین، او رو به یک دشمنی میبرین. به دشمنی بردن یک قوم خدمت به اون قوم نیست. لذا طالبا یک راه داره، به عدالت تن بده، گفتگوهای سیاسی رو بپذیره، مردم افغانستان رو به عنوان واقعیت‌های احترام کنه، دست از کشتار و حیله بازی مردم به خصوص هزاره ها برداره، مسئله شیعه و سنی
اختلاف مذهبی اینا در افغانستان جایگاه نداشته. اینا را اگر میخواین نهادی نبکنن، مردم ما به این باور رسیده که فریب این چیزها را نباید بخوره. برای ما همه اقوام در ترکیب افغانستان مستقل و در ترکیب افغانستان با عزت قابل تعریف است، و الا به گارانتی برای شما میگم جناب لشکری صاحب که هیچ کس در افغانستان این حکومت میتونه 4 روز به می شکل ادامه بده ولی هرگز دوام پیدا نمیکنه. بسیار عالی، سپاسگزارم شما آقای راشدی. نزدیک به یک ساعت، بیشتر از یک ساعت با شما در حال گفتگو هستیم، چاره جز خداحافظی با شما نداریم، اما با یک سوال میخوایم از شما خداحافظی کنم، به دلیلی که هم از سیاست گفتیم، هم از فرهنگ گفتیم، هم از اجتماع گفتیم، هم از نوع نظام‌های حاکم در گذشته تا کنون و احتمالاً در آینده دورنمایی ارائه کردید. ما میخوایم کمی هم حداقل در پایان از یکی از خوبی‌های جغرافیای افغانستان هم بگوییم، جغرافیای افغانستانی که با تعریف و تعبیرهای متفاوت از دین اسلام بیگانه نیست. تعبیر طالب و نمیدانم گروه های دیگر که احتمالاً در طول تاریخ گاهی به یک نقطه مشترک هم رسیدن و مشابه هم بودند، تا تعریف مولانا جلال الدین محمد بلخی از خداوند، از اسلام، از دین اسلام، از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که تعریف متفاوتی بود، و امروز جهان در برابر تعریف مولانا سر خم میکنه، کلاه از سر بر میداره، به احترامش میایستند و تعریف مولانا را به عنوان تعریف برتر میپذیرند. شما آشنا هستید با مولانا؟ کم و بیش بله. واقعا ما میخواستم امیر بگویم شما لطف کردین که شما ای را اشاره کردین. افغانستان سرزمین مولاناست و مولانا فخر بزرگ اسلام است، و اسلامی که اخلاق و حتی بالاتر از اخلاق یعنی عشق را به عنوان کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به خدا انتخاب کرده. ای آدرس افغانستان است. یک ملتی که مولانا داره، یک ملتی که بو علی سینا داره، یک ملتی که امام اعظم داره، یک ملتی که در واقع در حوزه تمدنیش غزالی، امام محمد غزالی شکل گرفته، حافظ و سعدی شکل گرفته، این ملت را چطوری میشه که در چنبر تعصب و در چنبر نفرت و نفی کردن دیگران اسیر کنیم؟ اصلا امکان نداره. و اسلام مولانا امروز، قرائت مولانا از اسلام امروز هم عزت برای افغانستان است و هم عزت برای تفکر دینی، برای معرفت دینی. ما یک مجلس در برلین مولانا را در یک مجلس برای جرمن ها معرفی کردم و شعرهای مولانا را خواندم و او به زبان جرمنی و انگلیسی ترجمه هم شد. باور کنین هنرمندان و تحصیل یافتگان به حیرت افتاده بودن از یک بخش کوتاهی از اشعار مولانا که اونجا خوانده شد. حالا اگر کسی 60,000 بیت مثنوی و غزلیات شمس را بخوانه، من فکر میکنم میرسه با اونمو جایی که حضرت مولانا میگه که اگرچه شرط نهادیم و امتحان کردیم، ز شرط ها بگذشتیم و رایگان کردیم. اگرچه بام بلند است آسمان مگریز، چه غم خوری ز بلندی که نردبان کردیم. یعنی واقعا مولانا هدفش معراج رفتن است، هدفش نردبان کردن آسمان است، پیام دین نردبان کردن آسمان است، پیام دین رسیدن به خداست، پیام دین عشق ورزیدن به خداست. ملتی که به خدا عشق میورزه او نفرت کرده نمیتونه، نه نسبت به هموطن، نه نسبت به هیچ موجودی، و او حتی نسبت به جمادات و حیوانات نمیتونه نفرت کنه. این پیام دین است و ما پیشگام تعبیر و تفسیر پیام اینچنینی دین از او سرزمین هستیم. به این خاطر من میگم که اولین جفایی که در این حکومت فعلی طالبا میکنه به افغانستان میکنه، به فرهنگ ما میکنه، به دین ما میکنه و به رسول خدا ظلم میکنه.
جایی که صدای رحمت نباشه اونجا اصلا جایگاهی برای پیامبر ما نیست. و حضرت مولانا میگه که هر انسان باید بتانه به معراج بره، یعنی دین برای شما معراج رفتن رو میآموزه. چو بر با به معراج برایید، چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید، چو بر بام بلندید. ببینید این پیام دین است. پیام دین این است که زن ابو بری شلاق بزنی. پیام دین این است که به یک بهانه شوی زن ابو بری به خاطر به حجابی شویش برای زن، برای مرد به حجابی زنش برای شویش مشکلات خلق بکنی و آخرش بگویی این قدر پول برای ما بتین تا شما را اعلام کنیم. اینا واقعا برای نه سابقه تاریخی در افغانستان داشته و اینا نه با انسانیت نه با اسلامیت، همه چیز ما را متاسفانه ویران کرده. و ما امیدوار هستم که همه وطندارای ما، تحصیل کرده های ما کمر همت ببندیم و افغانستان را از این روزگار نجات بدیم و در افغانستان معرفت دینی را بیاریم، نه خرافت دینی، نه تعصب و کجروی دینی و نه دفن کردن دین را به نام اسلام از افغانستان باید ما و شما پس کنیم. سپاسگزار آقای راشدی از شما. حتما در یک برنامه مفصل درباره فخر افغانستان، فخر اسلام، آقای مولانا جلال الدین محمد بلخی صحبت خواهیم کرد با شما اگر وقت داشته باشید. برنامه ها میشه صحبت کرد، اما در یک برنامه سعی میکنیم به اصلیات بپردازیم. مولانا در آثار خود ارتباط عجیبی بین عشق الهی و حقیقت را تعریف میکنه و به قول شما رسیدن به خدا بدون معرفت یا به قول مولانا بدون عشق امکان پذیر نیست. سپاسگزار از شما آقای راشدی، امیدوار هستم که همیشه موفق باشید و با امید روزی که در کابل در یک برنامه تلویزیونی با یک دیگر بنشینیم و از روزهای مهاجرت نقل و نبات باری قصه کنیم. تشکر جناب لشکری صاحب عزیز. من هم آرزومند هستم که به زودترین وقت در سرزمین مولانا معرفت دینی که مولانا خواهانش بود به بحث بگیریم. اگر تا او وقتا در دنیای غربت هم در بحث خواستین بگیرین، من در خدمت شما. سپاسگزار از شما آقای راشدی و خدا نگهدار تا دیدار دیگر. تشکر. سپاس از شما. تشکر از شما دوستان عزیز، بیننده های برنامه کاکتوس پلاس با لشکری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا. مصاحبه من با آقای مبارز راشدی را شما دیدید، شنیدید. امیدوار هستم که اگر انتقاد، پیشنهاد و یا نظری دارید از طریق پیام ها با برنامه کاکتوس پلاس بالشکری در میان بگذارید. سپاسگزار، تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.